در پی وقوع زلزله سهمگینی در هیچی که ممکن است هزاران قربانی گرفته باشد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت دستور داده است تلاش‌های چشمگیری در آن زمینه صورت گیرد. اوباما که در کاخ سفید سخن می‌گفت به مردم هیتی قول پشتیبانی کامل آمریکا را داد و گفت باید در زمانی که نیاز دارند در کنارشان باشیم. اوباما گفت عملیات گروه‌های ردیابی و نجات از آمریکا راهی هیتی شدند و سازمان آمریکایی توسعه و عمران بین‌المللی USAID تلاش‌های گسترده‌ای را برای رساندن مواد غذایی، آب و لوازم ضروری به آن کشور سازمان خواهد داد. نیروی دریایی آمریکا همچنین هواپیمایی را برای انتقال مردم آن کشور حوزه کاریب اختصاص داده است و یک کشتی حامل خدمات درمانی با حدود 560 پرسنل نیز برای حرکت به جانب هیتی آماده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که وی بقیه سفر خود به منطقه آسیا پسیفیک را که به منظور پرداختن به بحرانی که هیتی به آن دچار شده است لغو می‌کند. کلینتون قرار بود پاپا گیلینو زولند نو و استرالیا سفر کند. کلینتون روز سه‌شنبه این زلزله را یک فاجعه با ابعاد غیر قابل تصور نامید و آن را با سونامی سال 2004 که به آسیا صدمه زد مقایسه کرد. این نگرانی وجود دارد که ده ها هزار نفر جان خود را از دست داده باشند و گمان می‌رود که بسیاری از افرادی که زنده ماندند هنوز در ویرانه ها به دام افتاده باشند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز یک سفر برنامه‌ریزی شده به مقصد استرالیا را به تعویق انداخت تا به اقدامات امدادی کمک کند. مقامات آمریکایی دیروز اعلام کردند چند مرد ایرانی از جمله یک مهندس شیمی که در لس آنجلس زندگی می‌کند به شرکت در توطئه‌ای به منظور قاچاق فناوری حساس به ایران با نقض قوانین تجارت فدرال آمریکا متهم شدند. به ادعای این مقامات این مردان با نقض قوانین تجارت فدرال و تحریم‌های آمریکا علیه ایران اقدام به ارسال پمپ‌های خلأ پیشرفته و سایر اقلام به آن کشور کرده بودند. یک مقام پلیس به لس آنجلس تایمز گفت که این فناوری را میتوان احتمالاً برای توسعه قابلیت‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار داد.